امروز روز اول سال جدیده و میخواییم در مورد پیشینه عید نوروز در ایران باستان با هم صحبت کنیم. سلام دوستان، سال نو مبارک. امیدوارم سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و البته سال خوشی را در پیش رو. اینجا هزار و یک دانستنیه و قرار هر روز کلی اطلاعات جدید بهتون اضافه بشه. نوروز در ایران باستان به پیشینه، مراسم و رویدادهای مربوط به نوروز در ایران باستان میپردازد. قدمت نوروز و وجود این جشن به زمانهای پیش از شکلگیری ایران و قبل از دوره مادها و هخامنشیان برمیگردد. ولی نام آن در اوستا نیست. از 3000 سال پیش از میلاد در آسیای میانه و آسیای غربی دو عید رواج داشته است. عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیزی که در آغاز بهار برگزار می شده است. بعدها دو عید پاییزی و بهاری به یک عید تبدیل گردیده و در بهار جشن گرفته می شده است. در ایران آیین مرگ و رستاخیز سیاوش با نوروز پیوند خورده است. به این ترتیب که چند روز پیش از عید به سوگ سیاوش می نشستن و با فرارسیدن نوروز به جشن و شادی دست می زدن، چنان که گویا سیاوش زنده شده باشد. آریایی ها که وارد منطقه شدن، بون مایه های مانند فرورها و بازگشت ارواح را با خود آورده و به تدریج آیین خود را با باورهای قبلی رایج در منطقه ادغام نمودند. از جمشید پادشاه مشهور پیشدادی به عنوان بنیانگذار این جشن یاد گردیده است. از پژوهش‌هایی که در تطبیق نوروز ایرانی و نوروز قطبی یا نوروز مصری و تأثیر و تأثر آن دو به عمل آمده برمی آید که نوروز ایرانی در زمان داریوش بزرگ و توسط او در مصر رایج گردید. درباره نوروز و سنت‌های وابسته بدان، تا چند دهه قبل منابع قدیمی‌تر از ایام ساسانیان که به دست نویسندگان مسلمان نوشته شده بود وجود نداشت. اما با کشف بایگانی‌های دولتی اشکانیان در کشور تاجیکستان معلوم گردید که نوروز در دوران شاهنشاهی اشکانیان و ایامی قدیمی‌تر از 2000 سال پیش در آغاز بهاران بوده است. قبل از اینکه ادامه بدم، ممنون میشم برای اینکه از من حمایت کنی ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب. در تمام دوران ساسانی نوروز جشن ملی همه ایرانیان به شمار می‌رفته است. به همین جهت حتی مردمی که پیرو آیین زرتشت نبودند اما در حوزه حکمرانی ایران زندگی می‌کردند نیز در آن شرکت داشتند. شواهدی وجود دارد که در دوران ساسانی سالهای کبیسه رعایت نمی‌شده است. روز برگزاری مراسم نوروز در هر دوره 4 ساله یک روز از موعد اصلی خود عقب می‌ماند و در نتیجه زمان نوروز در این دوران همواره ثابت نبوده و در فصل‌های گوناگون سال بوده است. 5 روز نخست فروردین جشن همگانی بین عموم مردم بود، از این رو آن را نوروز عامه می‌نامیدند. روز 6 فروردین که جشن نوروز به گونه درباری برگزار می‌شده است، نوروز بزرگ نام گرفته. مجموعه رسم‌های جشن بهار نوروز با جشن سوری و آتش افروزی آغاز می‌شد و پس از برگزاری مراسم سال نو در روز 13 فروردین پایان می‌یافته است. شرح آیین نوروز و تشریفات وابسته به آن به تفصیل در تاریخ نگاری دوران اولیه اسلام آمده است که قدیمی‌ترین سند در این دوره به جاهز دانشمند سده 3 هجری تعلق دارد. آداب و رسوم نوروزی همه سرچشمه‌ای کهن دارند و از نظر دانش مردم شناسی بسیار جالب توجه برای مطالعه هستند. ایرانیان عقیده داشتند که سرنوشت انسان و جهان در سالی که در پیش است در نوروز تعیین می شود. گفته می شد که در این روز زرتشت با خداوند گفتگوی پنهانی دارد و در این روز نیکبختی ها برای مردمان زمین تقسیم می گردد و از این روز که ایرانیان آن را روز امید می نامند. مردم با گذشتن چندین روز از اسفند ماه سبزی می کاشتن و به گردگیری و پاکیزگی خانه یا به اصطلاح به خانه تکانی می پرداختن و هر کس متناسب با توانایی خود آذوقه نوروزی را فراهم می کرد و سعی بر این بود که با خانه های پاکیزه و شسته و رفته، سبزه های خرم، رخت های نو، چهره های شاد و خندان نوروز را پذیرا شوند. یکی از آیین هایی که پیش از نوروز تدارک آن مرسوم بوده، پروردن سبزه می باشد. به موجب روایتی کهن 25 روز پیش از عید ستونهایی از خشت خام اطراف حیات دربار برپا می کردند و
و بر فراز هر ستون نوعی دانه از حبوبات می کاشتند و خوبی و بدی رویش غلات را در سالی که در آن پیش رو بود از چگونگی رویدن آن پیش بینی می کردند. معمول بود به رشد این دانه ها نگریسته و هر یک از دانه هایی که بهتر به بار می آمد تفال می زدند که آن محصول در سال بیشتر خواهد بود. در خانه ها نیز در ظروف ویژه سبزه به عمل می آوردند. هر کدام از مردمان در ظرفی یا چیزی مانند آن اقلامی از دانه ها از قبیل گندم، جو، برنج، لوبیا، عدس، ارزن، نخود، کنجد، باقلا، ذرت و ماش می کاشتند. نوروز و مهرگان در ایران باستان و در برخی از نقاط عربستان متداول بود. به خصوص این رسم در بین پادشاهان هیره که سنن درگاه خیش را بر آیین شهریاران ساسانی نهاده بودند و در پیرامون خلیج فارس رواج کامل داشته است. نوروز در نزد ترکان نیز جشنی بزرگ بود. سقدیان آن را نوسرد به معنای سال نو می نامیدند و به روش مرسوم به دوستان و بستگان خود شیرینی می دادند و به همین علت در ترکیه نوروز را جشن شیرینی یا شکر یا یرامی می نامند. دلغشندی نویسنده کتاب صبح العشا نوشته است نوروز که یکی از مهمترین و مشهورترین اعیاد مصر است از ایران باستان گرفته شده و به آن نام نیروز قبطی دادند. این عید با همان ناب و آداب و سنن ایرانی در مصر برگزار می شود. این نویسنده همچنان نوشته است مصریان در آن روز شادی کرده آتش می افروزند و آب بر روی هم می پاشند که از مراسم ایرانیان به مراتب مفصل تر است. مردم شام نیز همین آیین را در اول ماه نیایش که یکی از ماه‌های رومی است برگزار می‌کنند. بنابر فرضیه‌ها احتمالاً کمبوجیه دوم نوروز باستان را به مصر برده است. بر طبق نظریه دیگر تاریخ ورود نوروز در مصر در عهد حکومت داریوش بزرگ جانشین کمبوجیه بوده است. در زمان این پادشاه روابط فرهنگی میان مصریان و ایران محکم و استوار بوده است. حتی پس از فتح مصر از طرف اعراب نیز این جشن باستانی در این کشور ادامه داشته است. هنوز هم در مصر در اوایل بهار درست همان روزی که در ایران مراسم 13 به در برپا می شود مردم تحت تاثیر فرهنگ ایرانی از شهر بیرون می روند و مراسمی دارند که به 13 ماه بسیار شبیه است و آن را یشمل نسلیم میگویند. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو هم کامنت کنید. متشکرم.